شما بپرسم، بابا همیشه میگفتش که تاریخ تولدش 1306 نه 7. اینو شما چیزی راجبش از توی خاطراتتون پیدا میکنید که بابا صحبتی کرده باشه راجبه؟ در جستجوی بر نیا، اون چیزی که توی شناسنامه هست همون رو قبول داشته باش دیگه، خودشم که تلفن که دیگه نیست دیگه. یه روزم از اگر برای اخوان یک سال زیادتر بنویسی یا دو سال کم بکنی، هیچی از قدر اساسی اون کم نخواهد شد. این آدم آدم برجسته بود که وقتی بود خب همه حالا واقعا اونجوری که بایستی قدرش نمیدونند، آدم درجه اولی بود. دوست دارین یعنی چیزی به ذهنتون میرسه از خاطرات بابا، از چیزی که من میخوام با افتخار این رو توی صفحه‌ای که مربوط به بابا از این حرفا نزن؟ اول تمام اون اندازه‌ای که خب من با اخوان برخورد کردم، اولا با اخوان اول با شعرش برخورد کردم. من ناخوش بودم، تو خونه خوابیده بودم، عید بود، زنم ناچار بود که بچه ها رو ببره شیراز پلوی پدر بزرگ من، پدر من پلوی پدر بزرگ بچه ها، و چون من ناخوش دارم من نمیتونستم برم. خب من تو خودم موندم و برای خاطر که من سرگرم باشم رفت یه مقداری مجله و روزنامه آورد و ریخ روی تخت خواب من که سرگرم باشم. من توی تخت خواب ناخوش خوابیده بودم، سرمای بدی هم خورده بودم. باز یه مجله بود، یه مقاله توش بود که راجع به ویلیام فوکنر مقاله توش بود. خب من به خاطر اون شروع کردم به خوندن این، اما مجله که باز کردم یک شعری هم از یه آدمی که هیچ وقت اسمش نشنفته بودم بود. اون شعر رو خوندم، آتش گرفتم. اون شعر فوق‌العاده و همون شعر زمستانش. زمستان، بله. آدم واقعا همین درویش بود، همین فکر پاک درست داشت. یعنی آدم چی جور بگم، واقعا آدم خودم خوبی بود دیگه. تموم شد. فیلم های شما صدای بابا هم هست؟ نه، توی فیلم های من هیچ کدومش نیست. نه، هیچ کدومش نیست. ولی که یه کار خیلی فوق العاده که کرد این بود که یک مقدار فراوان شعر کلاسیکی و مدرن رو هم انتخاب کرد، برای که یک کسی از یک زنی از هلند آمده بود که استاد دانشگاه هلند، در هلند استاد دانشگاه بود، این میخواست که مقدار شعر ضبط بشه با صدا، و من این کار به اخوان واگذار کردم. و الان هم نمیدونم، یعنی در جستجوی اینا شعرهایی که اخوان انتخاب کرد از کلاسیک ایرانی که خب مشخصه که چی بود، از همه بود و از مدرن ها هم انتخاب کرده بود، از خودش بود، از فروغ بود، از خیلی ها بود. و بعضی این شعرها هم اونایی که کلاسیک بود، ما اصطلاح پیمان که صدای خیلی درستی داشت، اون و یه دو نفر دیگه آمدن خوندن بدون ادایی که رسم شده که هو هو هی 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 هو میکنن، میگن دکلمه میکنیم، نه بس بچه آدم یه دی آمدن یه دو سه نفر خوندن و درست خوندن و زیر نظر اخوان درست خوندن و همه زد شد. میشه یه خورده مانیتورتون و صفحه مانیتورتون رو کشف کنید، من صورت کامل شما رو ببینم؟ یه کمی نمیش سرش پایین میشه؟ شدنی است یا نه؟ او اگر میشه اصلا ولیش عالی شد، عالی. مرسی. خب میفرمودید چی دیگه؟ همین داستان دیگه چیه؟ نه اخوان ناچار بود که با رفیقای خودش بیرون بره، بگرده، حرف بزنه. آدم آزاده‌ای هم بود و من بود نبود که
با چه کسی گفتگو میکنه یا گفتگو نمیکنه فلان، یه مقداری وقتش در اون جریان عمومی اون روز تهران که دوره به اصطلاح شکست آزادی خواهی بود، خب شلاق شلاق کشی های بختیار و از این سپهبد بختیار اینا بود، ولی این آدم های خود ناراحت بودن، ایراد میخواستن بگیرن، کسی متوجه هرگز نشد که مملکت داره از یه راه سنگلاخی بالا میره، یه کوه سرازیری که سنگلاخی است. خیلی بده، خیلی زمینی خوردی، خیلی زخم میشه، ولی راه رشد هر مملکتی هر ملتی یه مقدار سختی داره. آره زورگویی بود، دستگاه دولتی فشار بد می آورد، حبس بود، شک داشتن اونا هم برای حفظ خودشون، ولی کسافتکاری و وحشتناکی اونجوری که بعدها پیش آمد نبود اون وقت واقعا. به حال این دورانی که بابا پیش شما بود از اون روزا بگیم اگر که یادتون هست، اگر که خاطر دو سال بیشتر بود، من از دو سال بیشتر بود، ما از 1959 تا 1960 نه این سفر آخر که اومده بودم پیش شما. ها اینجا جاره اینجا حرفی چی به هم حرف بزنیم، یه درخت بابا کاشته توی باغ شما جان، شنیدم که بابا یه درخت کاشته اینجا. آره یه روزی بعد تو آره درخت الان گوه از امارات از طبقه چهارم امارات هم بالاتر رفته. آره خب اینجوری دیگه، یه درخت بلوطی خودش در اومده بود، کلاغا که میرن میکنن میپارن افتاده بود اونجا، این ثبت شده بود، کسی آمده بود چمن خونه ما رو بزنه، یا خود من یا هر کسی، من خود من نبودم، یک کسی بود چمن بزنه با تراکتور که روی چمن رفته بود، این درخت رو شکسته بود دیگه، یه دو تا برگ هم نداشت، فقط یه تو که چوب انقدری بود. داشت را میرد تو باغ، اخوان گفت این چیه؟ این چیه چوب تو زمین فرو کردی؟ گفتم من چوب تو زمین فرو نکردم، خودش در اومده. گفت بس کو برگش؟ گفتم این اومده ماشین بکنه برگش رفته دیگه. گفت میمیره؟ گفتم نه بابا، بلوط ریشه دونده، خب بلقه من نمیخوام درش بیارم، بله خود یه حیفه، هرچی اگر میخواد از بین بره خب خودش از بین بره، من چرا بکرمش بذار بشم. اخوان یه نگاهی بهش کرد، یه لگدی زد اون تکه چوب انقدیه، گفت فلان فلان فرش داد، فلان فلان شده، تو مادر فلان میخوایی 400 سال زندگی بکنی؟ من 40 روز دیگه هم نیستم. من واقعا همین جورم شد، وقتی رفته رو این روز آخر بود، یه دو ماهی بعدش دیگه که بعد این خبر ناراحت کننده رو شنیدم. آره اون درخت الان رشد کرده، الان توی خود ما بهش میگیم درخت اخوان، و درخته کندش به این کلوفتیه، خب نمیتونم ببرم بیرم تو رو نشون بدم، ولی خیلی درخت چیز حسابی هست دیگه. آره عالی. آره و فراموش نکن که زندگی اخوان مادرتو خیلی درش جنبه مثبت داشته، هیچ مهم نیست که رسیپروسیتی یا تقابل و تبادل این وجود داشته برای از اخوان بزنش، ولی مادر تو خیلی مواظب پدرت بود، خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد، زن خیلی در جبلی هستش. فراموش نکن که سلام خیلی بهش برسونیم.
زنده باشین، بزرگیتون رو میرسونم بهشون حتما. من خیلی ممنونم که بهم وقت دادین، اجازه دادین باهاتون اینجوری، چون این مناسبت رو غنیمت شمردم باهاتون. به هر حال یادش تو زده من همین، من همین زنم هر دو به یاد اون هستیم. خیلی ممنونم آقای گلستان، وقت من مختصر. اگر که ایو خواستید اینو پخش بکنی دانلود بکنی بده من، اگر که یه نگاهش بکنم بعد چیزش کنم دیگه. حتما مرتبش میکنم، یه تکایش رو که مرتب